سلام به بینندگان و علاقمندان برنامه روی خط، به ویژه دوستداران ورزش. همونطور که پیشتر اعلام کردیم، برنامه امشب روی خط به ورزش، رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و دیدار عراق با ایران اختصاص پیدا کرده. در این برنامه از نظرات میهمانان مختلفی سود خواهیم برد و به شما ورزش دوستان، علاقمندان فوتبال پیشنهاد می‌کنم تا پایان این برنامه تا 45 دقیقه دیگه بیننده روی خط. دیدار دو تیم ملی ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی 15مین دوره جام ملت‌های آسیا که همینک در پایان نیمه دوم در حال پیگیری است، با نتیجه 2-1 به سود ایران در جریان این دیدار در حالی برگزار شد که پیش از سوت داور میدان، روشن ایرماتوف ازبکستانی، حاضران در ورزشگاه به احترام کشته‌شدگان حادثه سقوط هواپیمای مسافر برای ایران در ارومیه 1 دقیقه سکوت کردند. تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل عراق با ترکیب مهدی رحمتی، هادی عقیلی، جلال حسینی، محمد نصرتی، احسان هاشتفی، ایمان موبعلی، جواد نکونام، آندرین تیموریان، مسعود شجاعی، محمد غلامی و غلامرضا رضایی و پیراهن قرمز در مقابل سفیدپوشان عراق به میدان رفت. اما در همان ابتدا در دقیقه 13 بازی، عماد محمد رضا، مهاجم تیم شاهین بوشهر، با استفاده از اشتباه محرز خط دفاعی تیم ایران، تیم عراق را 1-0 پیش انداخت. این گل روحیه بازیکنان ایران رو کاهش داد، ولی شاگردان افشین قطبی برای جبران این گل به تلاش خود افزودند و موفق شدند در دقیقه 41 این دیدار در همان نیمه نخست گل تساوی رو به ثمر برسونند. غلامرضا رضایی پیش از پایان نیمه اول با استفاده از غفلت خط دفاعی عراق که در کمین آفساید گیری بود، به این صورت دروازه عراقی ها رو گشود تا در نیمه دوم با برتری به میدان بره. در نیمه دوم شجاعی با خلدبری تعویض شد و دقیقه 84 هم ایران گل پیروزی بخش به ثمر رسوند و 2-1 از تیم عراق جلو افتاد. نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در 15مین دوره جام ملت‌های آسیا مقابل عراق در حالی برگزار شد که همونطور که اشاره کردم، حاضران به احترام کشته‌شدگان حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافر برای ایران در ارومیه 1 دقیقه سکوت کردند. پیشتر فدراسیون فوتبال قصد داشت بازیکنان تیم ملی ایران رو با بازوبندهای مشکی روانه میدان کنه، اما این تصمیم با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه شد و کنفدراسیون اعلام کرد که به دلیل این حادثه این مسابقه با 1 دقیقه سکوت آغاز میشه. شامگاه یکشنبه شب هواپیمای بوئینگ 727 تهران ارومیه دچار سانحه شد و طی اون 77 تن کشته و 27 نفر مجروح شدند. پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، امروز تیم‌های امارات و کره شمالی در ورزشگاه قطر اسپورت دوحه با قضاوت سوبخیدین از مالزی مقابل هم سفارایی کردند که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت. تیم فوتبال کره شمالی در حالی برابر امارات به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد که می توانست برنده بازی باشد. این تیم در دقیقه 7 توسط هون یونگ چو 1 ضربه پنالتی را از دست داد. اماراتی ها در بازی برابر کره شمالی، یکی از نمایندگان آسیا در جام جهانی 2010، بازی خوبی را به نمایش گذاشتند، ولی راه دروازه کره ها را پیدا نکردند. تیم کره نیز در 90 دقیقه بازی نتوانست توپ را از خط دروازه حریف عبور دهد و تساوی بدون گل نتیجه نهایی بر روی تابلوی ورزشگاه شد. این دو تیم حریفان ایران در گروه چهارم جام ملت‌های آسیا هستند. بازی بعدی امارات با عراق خواهد بود و کره شمالی شنبه با ایران بازی می‌کند.
با عرض پوزش از اشکالی که پیش اومد، این گزارشی که ماندانا تدیون همکارم تهیه کرده بود مربوط به دیدار اول گروه چهارم، دیدار کره شمالی و امارات متحده عربی که به تساوی انجامید. اما روز گذشته هم از گروه سوم دو دیدار برگزار شد که این دو دیدار نتیجه‌اش برای تیم ایران حساس هست، چرا که ایران در صورت صعود به مرحله حذفی با یکی از دو تیم استرالیا و کره جنوبی باید دیدار بکنه. گزارشی از همکارم بابک شوایی. اولین پیروز روز چهارم رقابت‌های مرحله گروهی فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا استرالیا بود که با پیروزی پرگل مقابل تیم ملی فوتبال هند از همینک خود را به عنوان یکی از تیم‌های مدعی به حریفان معرفی کرد. دیروز از تیم‌های استرالیا و هند از گروه سوم مسابقات در ورزشگاه از صد شهر دوحه به مسافه هم رفتند که در پایان استرالیایی‌ها با 4 گل آبی پوشان هندی را در هم کوبیدند. تیم کیهیل در دقیقه 12، هری کیول دقیقه 25 و برت هول من دقیقه 45 به علاوه 2 در همان نیمه اول استرالیا رو 3-0 پیش انداختند. ولی این پایان کار نبود و در نیمه دوم تیم کیهیل بار دیگر در دقیقه 65 دروازه هند قهرمان چلنج کاپ آسیا رو گشود تا پیش از پایان بازی بحرین کره جنوبی صدرنشینی گروه سوم مسابقات جام ملت‌های 2011 قاره آسیا از آن استرالیا شود. همینک تیم کیهیل با دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند به همراه عبدالرزاق الحسین مهاجم تیم ملی سوریه و کو جای چول گلزن کره جنوبی صدرنشین جدول گلزنان مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا هستند، چرا که کو جای چول دیشب باعث برتری دیگر تیم مدعی کسب جام یعنی تیم ملی کره جنوبی شد. این تیم برای کسب نخستین برد خود در این دوره از بازی‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه الغرافه دوحه مقابل بحرین سفارایی کرد و موفق شد 2-1 از سد این تیم بگذره. کره‌ای‌ها برای رسیدن به گل تا دقیقه 40 صبر کردند، زمانی که کو جای چول گل نخست تیمشان را وارد دروازه تیم بحرین کرد. در نیمه دوم در حالی که بحرینی‌ها برای کسب نتیجه مساوی تلاش می‌کردند، کوجای چول بار دیگر در دقیقه 52 گلزنی کرد تا برتری این تیم شرقی نسبت به بحرین بیشتر مشخص شود. البته بحرین 4 دقیقه مانده به پایان بازی به وسیله فوزی آیش از روی نقطه پنالتی به گل رسید تا فاصله دو تیم کمتر شد. اما نتیجه که همان پیروزی کره جنوبی بود دست نخورده باقی ماند و سرخپوشان در حالی که از دقیقه 83 به دنبال اخراج تای هوی کواک با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه میدادند صاحب یک برد ارزشمند شدند. همینک در جدول رده‌بندی گروه سوم استرالیا با 3 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مکان نخست قرار داره. کره جنوبی با همان 3 امتیاز دومه و تیم‌های بحرین و هند بدون امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند. گل دقیقه 84 ایمان موبعلی از صد عراق بگذره و با 3 امتیاز در صدر گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرار بگیره و عراق با این نتیجه به قعر این گروه رفت. عراق تیم مدافع عنوان قهرمانی هست. در فرصتی که داریم می‌خوایم با مهمانان عزیزمون صحبت بکنیم. آقای حسین کلانی زننده گل پیروزی بخش ایران در دومین دوره‌ای که ایران در 3 دوره‌ای که موفق شد جام قهرمانی جام ملت‌های آسیا رو بالای سر ببره، در دوره دومش 1972 موفق شد زننده گل باشه. آقای حسین کلانی مهاجم ارزنده سال‌های گذشته تیم ملی فوتبال ایران و کسی که در کمیته فنی تیم ملی فوتبال ایران هم تا اردیبهشت ماه سال جاری میشه گفتش که دستی بر آتش داشت و در این جلسات شرکت میکرد، آقای حسین کلانی از شهر لس آنجلس با ما همراه هستن. من سلام عرض میکنم خدمتون و به شما به عنوان بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران تبریک میگم پیروزی مقابل عراق رو. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت هموطنان عزیزم. در ضمن تسلیت عرض میکنم واقعی که اتفاق افتاده در ایران، سقوط هواپیما و همچنین خب پیروزی تیم ایران رو به بازیکنان، به مربیان، به دستندرکارانی که به هر حال زحمت کشیدن و همه ی هموطنان هم در سر تا سر دنیا تبریک میگم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه این پیروزی ها و ما بتوانیم بعد از سالهای سال
قهرمانی رو در آغوش بگیریم. جناب کلانی و بینندگان عزیز که فوتبال دوست هستید، قطعا میدونید که ایران در سه دوره موفق شد، که البته در 15 دوره سه دوره غایب بود، سه دوره ابتدایی این رقابت ها، اما پس از حضور در این رقابت ها در 11 دوره‌ای که شرکت کرد موفق شد 3 بار عنوان قهرمانی رو به دست بیاره. و در واقع اگر امسال موفق بشه تیم آقای افشین قطبی به مقام قهرمانی برسه، پس از 35 سال این جام رو تونسته برگردونه به ایران. من سوالم از شما آقای کلانی، میدونم که تمام تصاویر این بازی رو با کیفیت عالی شاید نتونستید مشاهده کنید، اما بازی رو چگونه دیدید؟ تیم ایران دقایقی از بازی واقعا میشه گفتش که غفلت مدافعان باعث میشد که ترس از فروریختن دروازه ایران بسیار زیادتر بشه و ناهماهنگی در بین خط دفاع و هافبک مشهود بود. شما در کل چگونه دیدید؟ هرچند که نمیشه از گلزنی دو بازیکن ارزنده ایران، غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی گذشت و این پیروزی نمیخوایم که شیرینیش حلاوتش از بین بره. شما بازی رو چگونه دیدید؟ یه مقدار سردرگم نبود تیم ایران در این بازی؟ والا البته من خب همیشه هم گفتم که به عنوان یک کارشناس نمیتونم مثال نظر بکنم، ولی اون چیزی که مشخص بود بچه‌ها خب زحمت خودشونو کشیدن، اما با فشارهایی که در این مدت روی بچه‌ها و کادر رهبری تیم بودش، خب نهایتا ما نمیتونستیم توقع داشته باشیم که در یک بازی حساسی که تقریبا میشه گفت مثل بازی فاینال هستش بود، بچه ها خیلی راحت و آسوده بازی بکنن. ولی در مجموعش خب ما دیدیم که بازی بیشتر دست بچه های ما بود، اما اگر این ناهماهنگی ها بود، فکر میکنم در آینده در بازی های بعد با این پیروزی هم که به دست آوردن و یک مقداری اعتماد به نفسی که به دست آوردن بچه ها، خیلی بهتر بشه و ما راحت تر بازی ها رو تماشا بکنیم. در همین صحنه که الان مشاهده میکنید، صحنه گلی که ایران خورد و عماد رضا موفق شد با 36 بازیکن تیم شاهین بوشهر این گل رو بزنه، شما مشکل رو کجا میبینید؟ ما از این گل ها زیاد خورده تیم ملی ایران. خب ما یک مقداری دفاعمون عموما گاهی وقتا فراموش میکنن که میبایستی در بعضی مواقع منتومن بشن و جدا میشن از بازی کنم، توی که الان ما دیدیم دو تا از بازیکنهای علاقی اصلا جدا بودن، از یعنی جدا شدن اصلا از دفاع ما و گل رو زدن. فکر میکنم خب به هر حال اینها رو در نظر خواهند گرفت در بازی های بعد، روش توجه خواهند کرد و نتیجه بهتری خواهند گرفت. من اشاره میکنم به گذشته، در جام ملت‌های 1996 دبی امارات تیم ایران با همین نتیجه 2-1 مقابل عراق شکست خورد در اولین دیدار. 11 بار ایران در رقابت‌های نخست خودش در مرحله گروهی مقابل تیم‌های مختلف قرار گرفته که یک بار در سال 96 در مقابل تیم عراق با همین نتیجه 2-1 شکست خورد. من میخوام در زمانی که با شما گفتگو میکنیم، چون به حال نسل پیشکسوت فوتبال ایران هستید، یک گذری بزنیم به گذشته، زمان دهه 1960 و 1970 که تیم ملی ایران آقایی میکرد در آسیا. شما اگر بخواید مقایسه بکنید هم شرایط فوتبال الان رو و هم مسائل اخلاقی و مسائل حاشیه‌ای فوتبال رو چگونه می‌بینید؟ بعضی از رسانه‌ها پیش از این دیدار و پیش از حضور تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا به یه سری از میشه گفت حاشیه‌ها دامن زدن. خود هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران با معرفی کردن جایگزین یا معرفی کردن اینکه میخواد جایگزین سرمربی تیم ملی رو معرفی بکنه، باعث حاشیه دار شدن تیم ملی فوتبال ایران شد و در آستانه این رقابت ها در واقع اون هماهنگی، اون همدلی و اون همجوشی که باید بین بازیکنان باشه و حرف شنوی که شاید از افشین قطبی عنوان سرمربی داشته باشن از دست رفت و تا الان هم معرفی نکردن سرمربی رو. شما در مورد این مسئله حاشیه‌ای پیش از جام ملت‌های آسیا نظرتون چی هست؟
والا من باید خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه خیلی تغییرات اساسی در تمام شونات اخلاقی در مملکت ما اتفاق افتاده و خیلی مسائل ندیده گرفته میشه و خیلی مسائل به یک شکل دیگه‌ای خودشون نشون میده که البته این جاش و بحثش در یک زمان بسیار کوتاه الان مناسب نیستش، اما اون چیزی که الان مشخص است متاسفانه ما یک مقداری در مورد تیم ملی خودمون از چند یکی دو سال قبل و سالهای قبل خیلی کم لطفی کردیم نسبت به کادر مربیگری، نسبت به بازیکنان و دوستان مطبوعاتی ما به هر حال نظرات خودشونو خب بازگو میکردن، اما یک مقداری میبایستی تعدیل میکردن در گفتارهای خودشون، انتقادهای خودشون، مثلا در اوقات آخر که اینقدر فشار روی تیم ملی و به هر حال کادر رهبری تیم ملی نباشه. و بعدش هم خوب البته مسئولین فدراسیون و اینها هم به نظر من اشتباه کردن که اصلا مسئله مربی جدید و جایگزینی مربی رو عنوان کردن که خب خود اون هم یک مقدار خیلی زیادی اثرگذاری کرد. در سابق اینطوری نبود، در سابق هر چقدر هم که اختلاف سلیقه موجود بود در اون دورانی که من البته بازی می‌کردم، در اون دو دوره بعد از اون جریانات همدلی، همفکری گذشت و به هر حال در کودان مسائل همه یار بودن، همه همراه بودن و همه تا اونجا که در توانشون بود تمام اختلافات سلیقه‌ای، اختلافات عقیدتی همه چیز کنار میذاشتن و برای به هر حال پیشرفت تیم و برای به هر حال حس غرور ملی که باید جریحه‌دار نشه و بالا بره برای اون همه تلاش میکردن و هم بودن. الان متاسفانه من احساس میکنم که یک مقداری کمرنگ شده این مسائل. امیدوار هستم که به هر حال از حالا به بعد بتواند این مسئله یک مقداری روشن بشه و بیشتر در تلاش این باشن که این مسائل کنار بذارن. جناب کلانی، ناکامی‌های اخیر تیم ملی فوتبال نوجوانان، جوانان و امید و این مسئله که پیش اومد، همون که بهش اشاره کردم، عنوان کردن این که میخوان جایگزین آقای قطبی رو معرفی بکنن پیش از جام ملت‌های آسیا، کاری که انجامش ندادن، حالتی رو ایجاد کرد برای فوتبال دوستان ایران که از تیم ملی یک نتیجه متوسط رو طلب کنن. یعنی شاید به قول یکی از کارشناسان این خونسردی، این آقای صدر گفته خونسردی آقای قطبی سرایت کرده و شاید خونسردی رؤسا و مسئولین فدراسیون سرایت کرده به مردم و شاید توقع یک نتیجه متوسط رو از فوتبال ایران میطلبن مردم. فکر میکنید که افکار عمومی ایران با این پیروزی و اگر بتونه ایران از گروه خودش صعود بکنه و در دور بعد یکی از تیم‌های استرالیا و کره جنوبی احتمالاً حریفش خواهد بود، تیم‌های اول و دوم گروه سوم، فکر میکنید که چه مقدار به آینده و به پیشبرد فوتبال ایران کمک خواهد کرد، صعود ایران و یا احتمالاً حضور در فینال و قهرمانی؟ ببینید، البته تأثیر داره به نظر من صعود و قهرمانی، اما اون چیزی که مهم هست برنامه ریزی های بلند مدت هستش، برنامه ریزی های به قول معروف اساسی و عمقی هستش که باید انجام بشه که بشود در آینده نتیجه گیری کرد. ما متاسفانه اون طور که باید و شاید سعی نمی کنیم از اون پتانسیل هایی که در مملکتمون هستش، در کشورمون هستش و اون استعداد و اون پتانسیلی که جوانهای ما و نوجوانان ما و به هر حال خردسالان ما دارن از وجودش استفاده بکنیم و یک مقداری باید تجدید نظر در برنامه شه، ولی بی تأثیر نیستش به هر حال. و همونطورم که شما فرمودین، من میخوام بگم که مردم توقع دارن، مردم توقع این که فقط از این گروه بیان بالا رو ندارن، مردم متوقع هستن که تیم ایران حتما قهرمان بشه و خب به هر حال برای اون هم هستش که الان منتظر هستن و بچه‌ها هم فکر میکنم همه دست به دست هم دادن و تصمیم گرفتن که این آرزوی هموطنانشون رو برآورده بکنن که امیدوار هستم که انشالله به حقیقت بپیونده. جناب آقای کلانی، من اشاره میکنم به دوران خودتون، به حال دوستداران فوتبال، دوستداران خودتون، دوستداران پرسپولیس که شما در اون تیم بازی میکردید به یاد دارن زمانی که ایران واقعا خودش از آسیا جدا کرده بود و الان با پیروزی بر عراق، شاید الان بشه بهش دربی نگاه کرد،
اینقدر خوشحال میشیم که متاسفانه شرایطی رو که پیش از این دیدارها تیم ایران متحمل شد، همونطور که بهش اشاره کردم، باعث شاید این دلسردی هم شده باشه برای بعضی از علاقمندان. من سوالم در مورد کادر فنی هست. به هر حال میدونیم آقای قطبی بعد از این تورنمنت، حالا چه هفته آینده چهارشنبه ایران خدا نکرده نتونه صعود بکنه، یا اینکه اگه صعود بکنه در دور بعد یک چهارم نهایی در دور حذفی حذف بشه و یا دور نیمه نهایی حذف بشه، به هر حال آقای قطبی قرار هستش که به تیم شیمیزوی ژاپن بره و فدراسیون فوتبال باید جایگزینی رو برای ایشون انتخاب بکنه. من اشاره میکنم به دو دوره قبلی تیم ملی ایران 2007 که به سرمربیگری آقای امیر قلعه‌نویی و کمک مربیگری افشین پیروانی بود، و این دوره که آقای افشین قطبی و آقای علی منصوریان سکاندار تیم ملی هستن. در این 15 دوره که 11 دورش رو ایران شرکت کرده و این دوره 12 هست، یک بار با برانکو به عنوان مربی خارجی در مسابقات جام ملت‌های آسیا ایران شرکت کرد و در تمام دورهای دیگه ایران با مربی ایرانی بود و مربیان با تجربه. اما هم آقای قلعه‌نویی و هم آقای افشین قطبی برای نخستین بار هستش که در جام ملت‌های آسیا وقتی رو نیمکت میشینن، دفعه اولشون هست که با این تیم به این مسابقات میان. شما شرایط اون دوره رو با الان مقایسه میشه بکنید؟ شاید برای فدراسیون فوتبال که میخواد مربی انتخاب بکنه و صحبت از مربی بزرگ هست در مبحث بعدی بهش میرسیم، فکر میکنید که میتونه راهگشا باشه آیا مربی بزرگ یا مربی ایرانی؟ شما نظرتون چی هست؟ والا من همیشه گفتم که با مربی ایرانی، عقیدم به مربیان ایرانی و کسایی هستش که در خود ایران هستن، به علت خیلی مسائلی که میگم باز الان زمان اجازه نمیده که راجبون ما صحبت بکنیم، ولی این که ببینید بزرگترین مربیان دنیا هیچ وقت بهترین بازیکنهای دنیا نبودن و بزرگترین مربیان دنیا بزرگترین بازیکنهای دنیا رو در اختیار داشتن و تونستن باهاشون کار کنن. پس یک مسائلی هست در مربیگری، مسئله مدیریت هستش، مسئله شناخت هستش، مسئله توانستن به این که آشنا بشه با روحیات بازیکنش که بتونه چگونه آنها رو بچینه، یکی از مهمترین مسائل هستش. به همین دلیل یک مربی خارجی تا بخواد بیاد با فرهنگ ایرانی آشنا بشه، تا بیاد خصوصیات خاص جوانای ایرانی رو باهاش آشنا بشه، فکر میکنم کار دیگه از کار گذشته. اما اگر ما مربیان ایرانی خودمون رو تقویتشون بکنیم، مربیان ایرانی خودمون رو همون امتیازاتی که به مربیان خارجی می‌دیم بهشون بدیم و یک مقداری بعضی حب و بغض ها و بعضی چیزها رو کنار بگذاریم و یک دست باهاشون باشیم، رو راست باهاشون باشیم، فکر میکنم ما مثل سابق بتوانیم نتیجه بگیریم. همونطور که ما بزرگترین نتایج و بهترین نتایج قهرمانیمونو با مربیان ایرانی گرفتیم. من یادم میاد در دوران در سال 1347 که جناب جام سرهنگ بیاتی مربی تیم ایران بودن، درسته که در تیم‌های دیگه در ایران مربیگری کرده بودن، ولی برای اولین بار به عنوان مربی در جام ملت‌ها شرکت کردن و تیم ایران رو با گروه خودشون که همکاری می‌کردن باشون قهرمان کردن. در دوره بعدم که باز دوباره ما قهرمان آسیا شدیم، باز در اون موقع مرحوم پرویز دهداری و مرحوم رنجبر بودن که اینها مربیگری تیم ایرانی کردن. باز با اینکه در داخل چند سبایی مربی کرده بودن، ولی هیچ وقت تجربه مربیگری در تورنمنت های بزرگ نداشتن، ولی به قهرمانی رو به ما دادن. پس در دوره های بعدم بلمین کلمتون و آیم هشبت مهاجرانی بودن. پس شما امیدوار هستید که با مربی ایرانی، هرچند که تجربه اگر نداشته باشن در جام ملت‌ها، ایران میتونه موفق بشه. آقای کلانی، من تا پایان برنامه میخوام سوالی در مورد مربیان خارجی، مربیان بزرگی که ازشون اسم برده میشه و برای خیلی ها شاید جای سوال باشه که اصلا امکان حضور اونها در ایران هست، حواشی و حرف و حدیث خیلی هست، من باهاتون خواهم بود و ازتون این سوال خواهم کرد. اگه اجازه بدید به شهر دنور بریم، با آقای اسفندیار بهارمست هم سخن بشیم، رئیس سابق کنفدراسیون، در واقع رئیس سابق فدراسیون کمیته داوران فدراسیون فوتبال کنکاکاف و رئیس سابق فدراسیون کمیته داوران فدراسیون فوتبال آمریکا که از شهر دنور با ما همراه هستن. وقتتون بخیر جناب آقای بهارمست، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام آقای مادی، سلام گرم من به شما آقای کلانی و تمام بینندگان عزیزتون در سراسر نقاط دنیا.
جناب آقای بهارمس، میدونم که بازی رو نتونستید با کیفیت مناسب ببینید و صحنه‌های چندان مشکوکی هم نبود. داور این دیدار برترین داور آسیا روشن ایرماتوف بود که در جام جهانی که خودتون به عنوان مدرس اونجا حضور داشتید بهترین، یکی از بهترین داوران آسیا بود، شاید میشه گفتش یکی از بهترین داوران این جام. و یه خبر خوب هم میخوام بهتون بدم که کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا آقای محسن ترکی رو به عنوان داور بین‌المللی که داور بین‌المللی فوتبال ایران هستن رو به عنوان داور دیدار تیم‌های ژاپن و سوریه انتخاب کرده. ایشون البته به عنوان داور رزرو رفته بودن، اما در این امر قضاوت که قضاوت تیم‌های ژاپن و سوریه خواهد بود، دو کمک داور دیگه، حسن کامرانی فر که با شما در جام جهانی هم بودن و رضا سخندان همراهی میکنن. داور چهارمی بازی هم محمد بنزاوا از الجزایر هست. محسن ترکی تا پیش از این دیدار در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا عنوان داور چهارم یا ذخیره رو داشت که در دیدار قطر، ازبکستان، استرالیا و هند حضور داشت. به هر حال این نخستین قضاوت داور ایرانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا است که این دیدار روز پنجشنبه در چارچوب مرحله گروهی برگزار میشه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه. من این رو به شما تبریک میگم. به هر حال میدونم که یکی از شاگردانتون آقای کامرانی فر در جام جهانی بودن. من نمیدونم همکاران اگر تصاویر این دیدار که شاید میشه گفت جای سوال شاید برای بعضی ها خصوصا عراقی ها حداقل داشته، اون گل نخستی که ایران زد، گلی که غلامرضا رضایی زد رو شما اگر بتونید مشاهده بکنید، آیا این گل آفساید بود؟ به نظر آفساید نمی رسید. و کلا داوری رو چگونه میبینید، داوری آقای روشن ایرماتوف رو؟ خیلی ممنون از این خبر خوبی که دادین برای داوری آقای ترکی و من براشون آرزوی موفقیت میکنم. من آقای کامرانی فر با همون در جام جهانی بودن و کارشون خیلی خوب بود و من مطمئن هستم که یک داوری خیلی خوب انجام خواهند داد. آقای روشن ایرماتوف، همونطور که گفتین، ما ایشون رو از سال 2003 در مسابقات زیر 17 سال در فنلاند با ایشون بودیم. داور بسیار خوبی هستش، فوتبال بازی کرده، فوتبال رو میفهمه و معمولا بازی‌هایی رو که انجام میده نمیذاره که بازی مشکل بشه، نمیذاره بازی پیچ بخوره و بازی رو خیلی قشنگ و راحت اداره میکنه. موقعی که ما به ایشون بازی افتتاحیه جام جهانی رو دادیم بین تیم مکزیک و آفریقای جنوبی، تمام دنیا سوال میکردن که چطور ممکنه یک داور از ازبکستان بازی افتتاحیه جام جهانی رو انجام بده و دیدیم که بسیار کارش خوب بود، بسیار عالی انجام داد. و این بازی امروز رو من نتونستم ببینم به خاطر اینکه از خانه به استودیو می اومدم و بعد اینجا که بودیم از طریق فقط کامپیوتر می شد دید که صحنه ها مکس می کرد، وای می ستاد و من بازی رو همش رو ندیدم، ولی گل رو دیدم و به نظر گل درست میاد، آفساید نبود، تصمیم خیلی درست و دقیقی بودش. رو نمایش بدن مشخص میشه که فکر میکنم که نظر شما درست و دقیقاً آقای روشن ایرماتوف درست داوری کرد. اما یه مقدار از این بازی جدا میشیم. به هر حال بازی اول ایران، پیروزی نخست بسیار شیرین هست، اما میخوایم برسیم به داوری در ایران و اینکه چرا بایستی که وقتی که آقای ترکی انتخاب میشه به عنوان داور، جامعه داوری اینقدر خوشحال بشه و از ابتدا نام داوران ایرانی در جام ملت‌های آسیا در 15 دوره به عنوان داور اصلی در لیست نباشه. چرا؟ چه دلایلی باعث شده که جامعه داوری ایران، نمیخوایم بگیم که اینقدر نزول داشته باشه، اما به هر حال شرایط آرمانی خودش رو نداره، برای برگشتن به اون روزهایی که ایران یک زمان آقای جعفر نامدار رئیس کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا بود برگرده و چگونه میشه سطح داوری ایران رو ارتقا داد؟ بعد من میرسم به مشکلاتی که در طی ماهای گذشته در کمیته داوران فوتبال ایران بوده. بفرمایید. همینطور که قبلا هم صحبت کردیم و داورهای ایرانی پتانسیل خیلی خوب دارن، از لحاظ تکنیکی کارشون خوبه. من در همین مسابقات جام جهانی با آقای کامرانی فر کار میکردم یا در مسابقات قهرمانی باشگاه های دنیا که در ابوظبی بودیم آقای ابوالفضلی بودند و ما در توی زمین که کار میکردیم از لحاظ تکنیکی کارشون خوب بود و خوب انجام میدادن. ایشون اونجا به عنوان کمک داور رزرو بودن و ما توی زمین که کار میکردیم خوب کار انجام میدادن.
اینها باید برنامه ریزی کامل باشه، همونطور که آقای کلانی هم فرمودن درست، برای فوتبال یعنی داوری از فوتبال جدا نیست، اینا با همدیگه دست در دست با همراه میرن و موقعی که برنامه ریزی صحیح باشه، کلاس های تدریسی باشه، باید سرمایه گذاری بشه برای اینها، باید کسانی که صاحب نظر هستن، استادان داوری هستن، بیان کلاس بذارن در توی زمین، اینها باید انجام بشه. کلاس ها کمتر باید تئوری باشه، کلاس ها بیشتر در توی زمین باید انجام بشه، به خاطر اینکه شما فکر کنین یک بازیکنی که کریستیانو رونالدو که ضربه های آزاد بسیار متاسفانه صدای شما قطع شد جناب آقای بهارمست. من با آقای کلانی گفتگو میکنم تا این اشکال فنی اگر بشه برطرف بشه. آقای کلانی، نام مربیان بزرگی رو بردن، اریکسون، ابتدا اول مارادونا بود و بعد اریکسون و مربیان دیگه‌ای نام برده شد. البته در گذشته پیش از انتخاب آقای دایی هم آقای کلمنته به ایران اومد، آقای خاویر کلمنته به ایران اومد و صحبت‌های از آوردن مربیان بزرگ به ایران میشه. من نظر شما رو میخوام بدونم در مورد اینکه آیا اصلا مربیان بزرگ به ایران میان، امکان حضور مربیان بزرگ فوتبال صاحب سبک در ایران هست و اگر هست از چه خطه‌ای و از چه در چه رده‌ای شاید بتونن به ایران کمک بکنن اگر قصد فدراسیون فوتبال ایران آوردن مربیان بزرگ هست؟ والا من تا اونجا که یادم هست جناب مادی، عموماً مربیانی که اومدن همیشه از اروپای شرقی بوده، یعنی مربیانی بودن که در اروپای شرقی ساکن بودن از اونجا به ایران اومدن. ما هیچ وقت مربی نداشتیم که مثلا از، البته یکی دو نوبت از انگلیس مربی اومد، بعد که یکیش برای باشگاه پرسپولیس بود آقای راجز، بعد یه مربی البته به خاطرم نیست آقای اسکینز بود، ایشون هم باز مربی جوانان و یه مدتی هم مربی تیم ملی بودن در سابقه، و یکی دیگه از مربیان بود که زمان آقای مهاجرانی اومدن که آقای مهاجرانی با ایشون همکاری میکردن و بعد ایشون رفتن، آقای مهاجرانی تیم ملی رو در دست گرفتن. مربیان دیگه ای من به خاطرم نمیاد که از کشورهای بجز اروپای شرقی اومده باشن و نتیجه گرفته باشن. الانم من باز برام مشکل هستش که در شرایط اقتصادی فعلی بشود یه سرمایه گذاری خیلی زیادی کرد که یک مربی خارجی بیاد و بعد معلوم نیستش که چه نتیجه گرفته میشه. اگر من فکر میکنم اون نصف سرمایه گذاری رو که برای یک مربی بزرگ خارجی میکنن با همین مربیان ایرانی خودمون بکنن و امکانات و امتیازاتی به اینها بدن، ما نتیجه خیلی خیلی بهتری بگیریم، به شرط اینکه یک مقداری همه ما گذشت داشته باشیم و یک مقداری هممون سعی بکنیم که به مربی ملیمون که به هر حال مسئله غرور ملی و عرق ملیمون به اون بستگی پیدا خواهد کرد کمک بکنیم. آقای کلانی، من نمیخواستم به حرف و حدیث ها بپردازیم، من میخواستیم بیشتر در مورد مسئله داوری این دیدار و مسئله فنیش و مسئله اخلاقیش بپردازیم که متاسفانه ارتباط ما با دنور قطع شد. با آقای بهارمست امیدوارم، این قول رو میدم که حتما در برنامه روز شنبه بعد از دیدار ایران و کره شمالی در چارچوب همین رقابت های جام ملت های آسیا با ایشون خواهیم بود. الان اگر موافق باشید بینندگان، با آقای پژمان نوزاد، آقایی که در برنامه‌های کارشناسی که در برنامه‌های گذشته ما هم شرکت کرد، عضو هیئت رئیسه 42 دوره المپیک نوجوانان 2008 سان فرانسیسکو بود، عضو انجمن جهانی ورزش نویسان هست و سردبیر مجله توپ سایت فوتبال مدیا و عضو انجمن ورزش نویسان ایران. آقای نوزاد وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در انتهای برنامه شاید بتونیم از نظرات کارشناس شما استفاده کنیم. منم سلام میکنم به شما ایمادی و مهمان برنامه‌تون حسین کلانی عزیز، تبریک میگم به این پیروزی خیلی شیرین تیم ملی فوتبال ایران و به دوستداران فوتبال امروز. ممنون که اومدید، میدونم که بازی رو نگاه کردید، شرایط تیم ملی ایران رو در نیمه اول و در نیمه دوم میتونیم بررسی بکنیم. در باقی‌مانده وقت من ازتون سوالم این هستش که کلن بازی ایران رو چگونه دیدید؟ به اعتقاد من عراق 20 دقیقه اول بازی رو خیلی خوب شروع کرد به چند دلیل. یکی اینی که
توی مرحله انتقالی یعنی ترانزیشن پریود هر وقت ثابت توت می‌شدن سریع بازی به بازیشون سرعت می‌دادن و فضاهای کور و خالی دفاع فوتبال ایران رو خیلی خوب شناختن. اگه نگاه بکنیم یعنی مروری کنیم بازی رو، دقیقه 4 یا 5 وقتی یونس محمود در پشت مدافعین ما صاحب توپ شد که عبد رحمتی مانع به ثمر رسیدن گل شد، این زنگ خطر بود برای دفاع فوتبال تیم ملی ایران که ما قبلا هم اشاره کردیم روی خط بازی میکنن و تقسیم وظایف خیلی کند انجام میشه. بعد از اون من میخوام اشاره کنم به حوار مولا محمد و حرکات ترکیبی که در جناح چپ زمین میکردن و ناهماهنگی که در نیمه اول بین محمد نصرتی و غلامی بود و این باعث شد که معذرت میخوام غلامرضا رضایی بود که این باعث شده بود که اونجا یک فضای خالی به وجود بیاد. اگر که گلی که عراقی ها رو به ثمر رسوندن رو بتونیم مرور کنیم تو ذهن اون، میبینیم که شروع حمله عراقی ها از اونجایی شد که در جناح چپ زمین فضای خیلی زیادی ما دادیم ولی ناهماهنگی بین محمد نصرتی و غلامرضا با رضایی باعث شد که اونجا یک فضای خالی به وجود بیاد که بعد از اون من فکر می‌کنم که رحمتی یکم شک کرد که از دروازه بیرون بیاد و به رتوب مهار کنه یا بیسته که به نظر من یک اشکال خط دفاع ما و اشتباهی کردن عراق به گل رسوند. اما بعد از اون دیدیم بچه‌های ما خودباوری رسیدن، تونستن بازی رو کنترل کنن و پرسینگ تو زمین حریف انجام دادن و حرکات ترکیبی که انجام دادن کم کم به دروازه حریف نزدیک شدن. من فکر کنم گلی که ما زدیم خیلی به موقع زده شد، یعنی اگه ما به رختکن 1-0 رفته بودیم به سود راه خیلی سخت بود بازگشتن به بازی و 1-1 به رختکن رفتن خیلی اعتماد به نفس بچه‌های ما رو زیاد کرد و شاید گلی که عراقی‌ها زدن بچه‌های ما رو به خودشون آورد، یک ایجاد هیجان انگیز در میان نه تنها بازیکنان تیم ملی فوتبال بین طرفداران تیم ملی فوتبال ایران هم به وجود. اما نیمه دوم باز من فکر می‌کنم که کنترل بازی دست ایران بود و گهگاهی عراقی‌ها وقتی به دروازه ما نزدیک می‌شدن باز هم خطرناک بودن. تا یک مقداری مشکل فضاهای پشت محمد نصرتی که حوار مولا محمد از اونجا استفاده میکرد پوشانده شد، من فکر کنم یه گوشزدی شده بود و من میخوام نکته میخوام اشاره کنم که افشین قطبی تیمش رو برای این بازی بسته بود، یعنی این که با توجه به اینکه عراقی ها از قدرت بندگی بالای خیلی برخوردارن ما دیدیم محمد نصرتی در ترکیب تیم قرار گرفت، در صورتی که در تمام این سالا میبینیم که خسرو حیدری انتخاب اول افشین قطبی در دفاع راست بود و مثل تیم ما عراقی‌ها در زدن ضربات ایستگاهی خیلی خطرناک، یعنی حضور یک کسی مثل محمد نصرتی که میتونه ضربات سر خوبی بذاره درگیرانه در بازی شرکت کنه نکته مثبت ما بود. خب مسلماً حضور ایمان موبلی شاید یه مقداری برای همه تعجب آور بود اما دیدیم که جواب داد و ضربات ایستگاهی ما بسیار خطرناک بود که گل ایمانم به نظر من تکمیل کننده زحمات همه بچهای تیم ملی بود، گرچه در آخر بازی باز ما میتونستیم به گل برسیم ولی من فکر می‌کنم بازی خوبی بود. عراق 20 دقیقه اول خیلی خوب شروع کرد، ما بازی رو کنترل کردیم، من فکر کنم آمار بازی بیش از 100 کیلومتر بچهای ما دوی بازی دویدن یعنی مسافتی که طی کردن در بازی 100 کیلومتر بوده که خیلی به نظر من آمار خوبیه. از نظر قدرت بدنی تیم ما خیلی خوبه، من آخرین آماری که از اردی ایران دارم اینه که درصد چربی بازیکنان تیم ملی به 8% رسیده. اگه یادتون باشه در اتریش وقتی اندازه‌گیری شد این میانگین به 14-15% بود. امروز تیم پرسپولیس در آنتالیای ترکیه وقتی عد نصابشون رو گرفتن چیز نزدیک 16-17% که عد نصاب خوبی نیستش، رسیدن به مرز 8% میانگین 8% به نظر من نشون میده که کادر فنی خیلی خوب روی موضوع پافشاری کرده کار کرده و ما بدیم که توان بدنی تیم ما بسیار بالاتر از عراقی‌ها بود. شاید اون چیزی که عراق رو نشون داد که افت کردن بعد دقیقه 60-70 افت بدنی این تیم بودش. آقای نوزاد الان هم گل دوم ایران که ایمان موبعلی در واقع از روی حرکت یک ضربه ایستگاهی به ثمر رسوند و گل اولی که ایران خورد از عماد رضا رو پخش کردیم، قصه ای که هست این که در مورد استقرار خط دفاعی ایران در ضربات ایستگاهی و برای دفع توپ خصوصا کورنر ما خیلی گفتگو کردیم، در تیر دوم همیشه اون اشکال وجود داشت و دقیقا از همین نقطه ضعف ایران عراقی ها که خیلیشون در ایران بازی میکنن در لیگ ایران تجربه بسیاری دارن به ایران صدمه زدن. شما فکر میکنید که در بازی دوم مقابل کره شمالی که تیمی هستش که فرصت طلب شاید به حال تیمی بوده که در جام جهانی هم حضور داشته، فکر میکنید که تیم ایران مشکلاتش مقابل کره شمالی چه خواهد بود روز شنبه؟ ببینید من فکر میکنم که نوع بازی ما با در مقابل کره شمالی فرق میکنه، اگرچه تیم ایران شاید یک فوق ستاره نداره اما یکی از ویژگی های منحصر به فرد تیم ملی فوتبال اینه که ما بازیکنانی داریم با توانایی های متفاوت که در
با توجه به روند بازی، با توجه به شناختی که کادر فنی میتونه از تیم مقابل داشته باشه، ما میتونیم نوع حرکت تیمی رو تغییر بدیم. همونطور که در این بازی هم دیدیم، یعنی ما وقتی که محمد غلامی رو در پیشانی نقطه خط حمله گذاشتیم، یه بازیکن لوکمبه خیلی قدرتی رو بردیم که بتونه فشار بذاره روی خط دفاع عراق و از اونجا بازی سازی نتونه انجام بشه. وقتی که یک کسی مثل خلدبری وارد زمین میشه، میبینیم که نوع بازی ایران تغییر پیدا میکنه، بازی رو بیشتر روی زمین میاد و به حرکات سرعتی این بازیکن ما توجه میکنیم. من فکر میکنم بازی کره شمالی هم همینطور، یعنی بعید نیست اگر ما در این بازی خسرو حیدری رو مجددا در دفاع راست ببینیم که بتونه از کنارهای زمین حرکت بکنه و از فضاهای پشت دفاع کره شمالی که اونها هم مدافعین کنارشون خیلی در حمله شرکت کنن استفاده بکنه. من فکر میکنم مشکل خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران، یعنی مشکل ناهماهنگی، اگرچه میشه گوش زد که تا روز شنبه، ولی چیزی نیست که 100% بتونه رفع بشه. اگر نگاه کنیم به گلی که گل اولی که عراق به ما زد، نه تنها به اعتقاد من مهدی رحمتی شک کرد که از دروازه بیرون بیاد به سمت اون بره یا نه، وقتی که ضربه ای که عماد رضا میبینه میزنه، میبینیم که ما هم یونس محمود هم فکر کنم هوار در درون دروازه ما بدون اینکه کسی یارکوب یعنی بدون اینکه مارکشون کرده باشه آزادن، و این نشون میده عدم هماهنگی بین مدافعین میانی ما هست که من امیدوارم که کادر فنی بتونه روی این مسئله، و مطمئنم که دقت خواهند کرد واسه بازی کره شمالی. من فکر کنم سبک بازی ما و حتی چیدمان ما در بازی کره شمالی تغییر پیدا خواهد کرد. من یک سوالی دارم تا پایان برنامه از شما آقای نوزاد، که یکی از کارشناسان خوب فوتبال از ایران مقاله‌ای رو فرستاد، من در وبلاگ زنگ ورزش برای استفاده علاقمندان گذاشتم، آقای سیدعلی پورحسینی به در این مقاله که فرستاده به 4 مورد اشاره کرده و 3 تاش من بهش 100% معتقد هستم: مربی بزرگ برای موفقیت، مدیریت عالی در رأس تیم و در رأس فدراسیون و فوق ستاره. البته موضوع شانس و بختم اقبالم هست. شما در تیم ایران برای رسیدن به موفقیت کدومی که از این شاخصها رو بیشتر و پررنگتر میبینید برای صعود از این گروه، رسیدن به مرحله نیمه نهایی و یا حضور در فینال و کسب عنوان قهرمانی؟ به اعتقاد من در ورزش فوتبال نمیشه روی یک نکته به خصوص زوم کرد و بگیم این باعث موفقیت میشه، یعنی همه اینا کنار هم باید کنار هم قرار بگیره. شما حتی در درون زمین اگه یه دروازه‌بان فوق ستاره هم داشته باشین کافی نیست برای اینکه یه بازی فوتبال رو ببینیم. من فکر می‌کنم که مجموعه مدیریت، یک مربی کارکشته، بازیکنان توانا، یک دلی، هماهنگی و مدیریتی که میشه در این تورنمنت، یعنی در عرض این 3-4 هفته مدیریتی میشه که این تیم از نظر تغذیه، از نظر خواب، از نظر نوع تمرینات، از نظر بازسازی که بعد از این تمرین میشه، از نظر اینی که ما چطور بیایم به نقاط قوت ضعف اون بازی کره شمالی کار کنیم، اینا کنار هم باید قرار بگیره. من اعتقاد ندارم که یکی از اینا وزنه سنگین تری از بقیه هست. من سوالم این هستش که اگر صدای بنده رو میشنوید آقای کلانی، فکر میکنید که دیدار روز شنبه ایران مقابل کره شمالی، با توجه به اینکه ایران همیشه کره شمالی رو ازش مغلوب ساخته، هرچند که کره شمالی هم سال گذشته باعث ناکامی ایران در صعود به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی شد، شما اگر بخواید بازی روز شنبه رو تخمین بزنید، فکر میکنید که برتری با کدوم تیم خواهد بود؟ صدای بنده رو نمیشن آقای نوزاد. شنیدم صدا. صدای بنده رو متوجه سوال بنده شد؟ بله آقای کلانی. بله بله. عزم به حضورتون، ببینید در فوتبال نمیشه پیش بینی کرد، اما من مطمئن هستم که بچه ها به هر شکلی که شده در بازی روز شنبه در مقابل کره شمالی موفق خواهند شد و منم آرزوی موفقیت دارم براشون. آقای نوزاد، من این سوال رو از شما میکنم. متشکرم آقای کلانی. شما نتیجه روز شنبه رو و بازی روز شنبه رو در 30 ثانیه پایانی برنامه چگونه میبینید؟ ببینید، خب آرزوی قلبی همه ما هست که تیم ملی فوتبال ایران پیروز بشه. من فکر می‌کنم بازی خیلی سختی است. کره شمالی به اعتقاد من روند رو به رشد رو داشته، یعنی من حتی اگه بازی با برزیل که شکست سنگینی هم خورده، شکست خورد در جام جهانی نگاه بکنیم، کره شمالی تیم خیلی خطرناکی بود و همیشه
با اینکه تیم ملی فوتبال ایران پیروز میدان بوده، برای ما دردسر ساز شده. من فکر می‌کنم نوع سبک بازی که افشین قطبی برای این بازی و چیدمانش بر روز شنبه خیلی خیلی برای فوتبال ما مهمه. من می‌گم اگه ما این بازی رو ببریم که حتما برای برد بچه‌ها میان، حتما از گروه با 6 امتیاز صعود خواهیم کرد. متشکرم آقای پژمان نوزاد، کارشناس خوب فوتبال، که با ما همراه بودید. آقای حسین کلانی، متشکرم از شما بینندگان عزیز و آقای بهارمست. در برنامه روز شنبه هم روی خط با ورزش خواهید بود. تندرست و سرفراز باشید.